سلام برای یوتیوب سایل اقتصادی هستم با کینگ رام امروز سلام اونی خوشگل میگی سلام دوستان کینگ رام هستم تمام خیلی حال میکنم سرپرایز خیلی خوب شد اون رو عاشقشم اول فکرم که خیلی بده بعد دو سبا که خودم گوشتن گفتم که این از اون چیزه که مثلا مگه یه نفر فالو میکنم اینو داشت ویدیوشو نگاه میکنم به عشق اینکه اون جیغه رو بزن یعنی سرسفکشن اون است آره واقعا سرسفکشن داره قبل اینو میتونم اعتراف کنم کاملا با اینکه ازت متنفرم و یه که تعجب میکنم که چقدر من تو میتونیم با هم دیگه فیک بزنیم یعنی من وقتی که من موندم خونت موندم چند شب اینجا بلو همش شب مثلا کنن شیست ساعت اینجاست با خوابیدن که کرده ولی دلیلش اینه که من آدمی چیلیم هم کاری به کار کسی ندارم مثلا رامین صبح کار میکرد گفتش که من میخوام برم بیست دقیقه تو کامپیوترم بعد ما رو رو کردیم و شکم کار رو بعد نیم ساعت اون اینجا دوباره تو هم شیک درست کردیم آیا ویدیو شیک صبونه دارم توی اینستاگرام گذاشتم نگاه کنید حتما باله خب آقا ویدیو امروز راجع به آبرو و حیثیت و خانواده استرس و بردن بالا و بردن پایین و این داستان هست. آره یه بحثی که خیلی رو مخ منه به خصوص تو فرهنگ ایرانی هم فکر میکنم بیشتر از هر جا ولی من چند وقت مثلا پست گذاشته بودم که و آبرو اصلا به تخم هم که اصلا آبرون بره یا اصلا معنی آبرو چیه و از لحاظ طبقه بندی خب از به بحث جامعه شناسی مثلا یه،, 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 بحثش هست که به اون سوشال یا چه میدونم نگاه اجتماعی که به کاملا مرتبط به وضع اقتصادی تو یا جایگاه اقتصادی تو تو جامعه یعنی یه کسی که مثلا سر کار میه مثلا به عنوان مثلا بازی فکری لینکدین رو اگه مقایسه کنی با مثلا اینستاگرام یا توییتر یا اسنپ یا تیک تاک مثلا لینکدین همه خیلی مم. شست پا رفته و تر و تمیز خودشون رو پرزنت میکنن برای اینکه میترسن اگه عجب چیز قوی گفتی تست جهانی با آبروه تو اونجا میخوای فیلم بازی کنی که من آدم خوبیم بی آبرو نیستم همه با کچلوار و همه بریم سی با هم بچینیم چون پرنده ها سبزن بعد تو اینستاگرام همه جک و جیجی و نمیدونم لخت و لباس فلان و ما هم میشیم بچه باز اینستاگرام آقا من از طریق یوتیوب تشکر میکنم که وجود داری و فلان بابامو خودم تو صاحب جد داواد اینستاگرام و فیسبوک و متا آشغال گاربیج یعنی چقدر یه کمپانی میتونه ایول و بد باشه ویدیوی موموکو رو آورده پایین به عنوان بولینگ موموکو فقط میگه سابسکرایب من نمیم چجوری این بولینگ حساب میشه حالا صافه تخمشون فهمیده یا یاد ماریزی میره ریپورت میکنه معمولا دیگه نه دا. توش چون من تایپ کرده بودم هرت فقط لغت هرت رو گرفته و اون جیغ سبسکرایب اتون اون یارو الگوریتمش بوده که اگه تو پیک صدا داری هرت هم زده یعنی داره جیغ میزنه از کتک خوردن بعد اتاکینو برداشته بعد منم ریپورت دادم که آقا این مزخرف این کارا نکن ریپلای نمیکنه خب حالا داستان چیه من این ویدیو رو که خیلی کیوت تو اون سن خاص ما میکنم که سابسکرایب و اشتباه میگه سابسکرایب نمی چی میگه اون ویدیو رو من فقط اونجا دارم ویدیو رو بهم نمیده ویدیو رو داره ولی نمیذاره من پلی کنم نمیتونم دانلودش بکنم تا یکی بیاد ریویو کنه بهم زر زدن بعد ویدیو رو آزاد کنه که من دانلودش کنم هیچ کی نمیاد ریویو کنه هیچ آپشنی هم نداره هیچ کاری نمیتونی انجام بدی چی بگم این, خیلی احمقانه این سیستم های اه... بلی... فقط... فقط... چقدر در میاره مادر هر روز در روز که نمیتونه کارگر تو چیز استخدام کنه واسه یه ساعتی سه دلار تو هند و چین واسه جواب بدن ببین الان اینم خب اینا برای بحث اقتصادی شه دیگه یعنی برگردیم به خود اون بحث اصلیمون اینا برای ابرویت خودشون یعنی میگن آقا ما همه چیزو ور داریم تو خود یوتیوبم خب ببین چقدر غیر مستقیم داره سانسور میکنه همه رو مجبور میکنه که آدم خودشونو خودشون رو سانسور کنن دیگه حرف رو نزنن برای اینکه دیمانیت هایز نشه پلتفرمشون 120 بیلیون دلار درمیاره در سال بعد هر زاده نمیتونه تلفن داشته باشه بعد ما تو کمپانی جوهر داشتیم با یه میلیون کاستومر تلفن داشتیم 24 ساعته چت داشتیم 24 ساعته ایمیل داشتیم گرنتی زیر 600 جوابتو میدادیم مادر سگ سرویس نه سر اصل مطلب خیلی بیا توی بحث آبرو که داشتم لینکدین رو مقایسه میکردم با بقیه جاها ببین آدم برای یه بحث اقتصادی هستش که تو سعی میکنی خودتو یه جوری جلوه بدی و خودتو کاملا در اصل داری دور از واقع چیزی که هستی جلوه میدی تو موقع جق زدن یا مثلا مست و نشه کردن تو نشون نمیدی خیلی تر و تمیز و فلان میخوام من تو رو من میتونی حساب کنی چون بر اساس این ارزش های جمعی که ما روش قرارداد واهی گذاشتیم من بر پایه اونا وای میستم و میتونی همیشه رو من حساب کنی در اصل توهمی بیش نیست اصلا این جمله که میگن <applause> چشم مردم به عقل... نه عقلشون به چششونه این فکر میکنم با بحثی که تو میکنی دیفالت واسه همه آدما یعنی همه آدما اتوماتیکلی اینکلودین خود من و تو چشمون به عقل دیگه چون من هم اگه برم توی مثلا لینکدین یکی ببینم عکس گوشه داره پارتی میکنه با بیا میگم یارو دیوونه است یعنی منم هم... یعنی همه گیرن تو این داستان واقعا تازه میتونم ببینم چقدر جالبه آره میزنون. نه ولی حالا بس نیست که آدم چیز کنه که حتما حالا در تو لینکدین عکس آبجو یا کون لخت خوش بده بس من که بالاخره ما این کارا با تو انجام میدیم ما این قضاوت رو انجام میدیم ولی خب شناختمون وقتی که از جامعه به یه سمتی وقتی بحث میشه اجتماعی میشیم ما میگیم آدمایی که بیشتر دست به جنایت یا جرم یا آدم و تفنگ و تیراندازی میکنن این قشر جامعه اینجوری تیپ میزنن یا اینجوری موزیک گوش میکنن یا توی این محل ها زندگی میکنن یا اخلاقشون این اکس و اگرگ و زد مثلا در حالی که یه آدم ها خیلی پول داره و تمیزی که توی سی او شرکت تنباکو که هر روز داره به میدونه ها آدم سرطان میده و خیلی تر و تمیز خودش یه جوری نشون میده که من آدم خیلی محترمی هم خانواده محترمی دارم اون جاکش خیلی داره آدم بیشتر میکشه یکی اینکه سلاح میشه شب نبا بتونه بخوابه اصلا اصلا ولی انقدر تخت میخوابه چون میشتاسم آدم اینجوری خودم یعنی تخت تر از همه ماها میخوابه نمیدونی چی میگم ولی برام جالبه که از این ادعاشون هم میشه خیلی از این که خیلی آدمای با وجدان و محترم و میدونیم با ارزه چی هستن برای جامعه آره اگه بهش مثلا بگی تو بهش بر میخوره آره. مثلا تو بهش مثلا بعد حرف میزنی میگه چرا با من بیاد حرف میزنی من خواه از بچگی هم این موضوع خیلی تو مخم میرفتی وقتی از آمریکا بزرگ شدم اومد اومدم ایران اونجا دیدم که آقا همش این قضیه رو درواسی تارو فلان همین ادا اطفار خیلی چند من... سالگی تو اومد ایران 10 سالم بود او پس قشنگ کالچر اینو یاد گرفته بودی آره. دیده بودی چیه بعد یه اومدی اونجا پرکور کردی که چقدر دروغ و توی کشور میتونه رایج آره مثلا من رو دروسی در مثلا درو نگاه میکنم مثلا چی دارم میگن یعنی اصلا در این حد واقعا یعنی یابو بودم و یه چیزی که همیشه بدن می این بود که چرا مثلا باید میدونی از خانواده پدریم خب خیلی خانواده گنگ بالا آره گنگ بالا تری بودن و و همیشه هم نگران آبرو همیشه نگران حیثیت همیشه نگران که ما باید وجمون فلان باشه و اله باشو از این چرت و پرتا که با هم برخلاف جهت خانواده خودش خیلی حرکت کرد یعنی خیلی فرق داره بقیه خانوادهش یادم خیلی هیپیه با حال اهل طبیعت و اصلا یه اصلا یه حس حال دیگه ای داشت به بقیه خانوادهش و من یه چیزی که خمشه رو مخم میرفت اینه که چرا من نمیتونم خودم باشم و آدما بر اساس اون چیزی که من واقعا هستم هدف من قضاوت یا حال میکن نمی‌کنم نمی‌خوام همه عاشقم باشم ولی حداقل ریاکاری نکنم دروغ نگم که یه دیگه‌ام و این نگرانی که ما تو اون به وجود میاد از کودکی که آقا دیگران خیلی مهمه که چی فکر میکنن رو تو کسوشرترین ترین چیزی که بچه ها میتون میاد بدیم چون آدم باید واقعا بر اساس اون ارزش های درست حالا آقا انسان رو خوب باشیم و همدیگه خدمت کنیم عشق بدیم انرژی خوب بدیم همین سر جاش ولی تقیقتش آدم باید برای خودش زندگی بکنه تو برای چش دیگری زندگی دیگر نمیکنی تو اصلا ببین تو من الان به عنوان مثال تو رو دارم میبینم تو خونه و با خانواده و چه جوری بچه تو داری تربیت میکنی چقدر عشق میدی بهشون چقدر حضور داری براشون و بیرون ممکنه که بگه این چقدر اینفلوئنس بعد یعنی این مامان بابا میان اینجور ادبیات حرف میزنن تو خونهشون جوینت میکشن یا فلان میکنن اگه شما از صد تا مامان که من دیدم بهتر برخورد میکنید دمت میفهمم منظور پوینت هم یعنی این الان خیلی شد این پادکست رو من این حرفا من دیدم به تو هم میگم به من میگم رام چرا با 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 سهیل میری پادکست کار میکنی از کلاست میاد تو یا به تو میگم با این یارو چیه مثلا ال مثلا میری با شرف فقط عشق میگم میگم ولی منظور اینه که تای خطش من تو تخم میمونه ما کار خودمون رو انجام میدیم اون چیزی که به ما لذت میده به قلب اون حال میده یعنی اگه آدم بتون از مثلا یه چیزی هم یه یه اتفاق خوب مثلا درآمدی هم داشته باشه خب یه ساید افکت خیلی مثبتی قور قر نمیزنیم به این موضوع ولی هدف و نیت اول اون نیستش ببین من چیزی که همین داستان که میگیم مثلا مردم میان به من خب من با یه آدمایی که شاید واقعا همین که گفتی با هر کسی که تا حالا ویدیو گذاشتم این خودتو و پوریا و هر کسی یعنی من ویدیو گذاشتم مسیج گرفتم که آقا این به کلاس تو نمیخوره از این فرام. مردم کلا دوست دارن حرف بزنن خب همه ها خود من همین کلود همه دوست دارن یه ذری بزنن که بگه آقا اگه مثلا پس فردا روز مثلا تو رو یه مرد هم شد یارو یه کانال زره دادا من دو پیش اونی بودم که بهت مسیج زدم گفتم این کینگرام تخمیه مثلا اینکه های خالی این مامانمه هر اتفاقی میفته میگی دیدی گفتم و میگی دیگه تو همه چی خب میگی اونایی که مثلا میگن مامان من فرامتون دادم عالی میشی عالی بعد اگه میریدیم که می خب هیچی نمیگفت اگه آرمین خوب میشد من میگو دیدی گفتم الکی حرف حرفا گوش شد من میدونم چی بهت میگم و من چطور نمیفهمم که چهجوری این خوشو که اصلا این حرفش اصلا جالب نیست خب هر دفعه داره این کارو میکنه هر دفعه داره میگه آقا هر چی بهش میگی میگه من برو درست میشه مثلا میشه بزنم میگم مامان من الان 30 دلار دو کم دارم تا پنج شنبه بعد بایام باش بالا وگرنه بعد 5 دلار دو ضرر بدم میگه نگران نباش اگه تو 5 شنبه 35 تو حساب بدم من اسمم عوض میکنم و پنجم اگه نباشه میگه اشکال نداره ما دیگه اتفاقی میفته ولی اگه باشه میگه دیدی گفتم من نه اون بد بخی میگم چیزی میدونم من میدونستم من چرا نفهمیدم این داستانی که چرا آدمو نمیبینن خودشونو که مثلا یک کار یه کار مثلا یه کار کسخور یه ما انجام بدم خودم ببینم دیگه نمیکنم این کارو میگم اوه خب معلوس دیگه نکن به مامانم که میگیم باز ادامه میده حالا من مامانم میاد دور بر میگم به همه آدما آدما دوستان یه چیزی همیشه بگن که بگم من گفته بودم من فکر همه آدما دوست دارن کردیت بگیرن این خیلی مهمه که ما همدیگر رو ولیو کنیم من همیشه به دوستای نزدیکم همیشه میگم به تو هم دیروز خود گفتم اگه یاد باشه بیرون تو بالکن بودیم یادم نمیاد به می... گفتم که ارزش خود رو بدون فلان بسا نه اگه تا آخر عمر ما پل بخوابیم چیزی که اکسپرینس کردیم میارزه به زندگی خیلی آدم که تا آخر عمرشون موفق هم باشن تو من خیلی خیلی دوستا می میگم به به همه میگفتم یعنی میگم که من بچه قدر زندگیتون رو بدونین خوشحال باشین نمیدونم چون آدم وقتی توشه نمیفهمه همونجوری که توی رابطه دوست پسر خرید کسی کثیف هستی همه و بینو میبینن دختر واسه تو و تو نمیفهمی 10 تا دوست میذاری کنار ولی باز دنبال دختره میری چون که وقتی توشی نمیفهمی همه آدمایی رو دارن تو همه تو همه یعنی مثلا یارو بیلیونر نمیفهمه بیلیونره یه وقتی بهش بگی میگه دادا تو بیلیونری مثلا میگه اوکی منم شب بیام بعد میگه ببین اگه تو شبیای شب همه ذوق میکنن همه میان از من تشکر میکنن که تو رو آوردم بفهم این شخصیتته من اینو, اینو خیلی تجربه کردم برای همین آدما میخوان نوتیس بشن و وقتی نوتیس میشنم حتی نمیفهمن توش دارن نوتیس میشن چون همیشه توی بابل خودت هستی که دنیا چش خود داری فقط میبینی به خود فقط داری فکر میکنی واقعا نمیبینی اتفاقی داره واقعا میاد چون تو فکر میکنی همه دارن به تو فکر میکنن همه دارن تو نگاه میکنن مثلا برای همین مثلا دوستان آبرو از اینجا میاد تو تو توهم که الان ما که میریم بیرون همه دارن راجع به مثلا بابای من همه دارن راجع ما صحبت میکنن که وای خالص حالی که هیچ کی هیچ نیست هیچ کی صحبت هیچ نمیکنه سال یه بار مثلا بابای من تو خیابون که میبینه یارا همین چی نداره بگه میگه سوالو دیدم تو ویدیو چه کس چرایی میگه و <تصحبت> بابای من که نمیشنوه تو توهمش میگه اینا از پارسال تا حالا هر روز داشتن راجع به این صحبت میکنن اینم که تو دید منو گو به من بهش برسونم میدی دنیا رو همه در چش خودشون به نظر من میبینن دوباره همه چی رو من دارم شخصی مغز خودم فقط آدر پروسس میکنه نه کسی گفته نه کتابی خونم نه هیچی نظر شخصی من ابزرویشن که تو دنیا داشتم واسه عجیب بود که همیشه چرا قد برای چیز به این پوچی و بی اهمیتی اصلا تو بگو هر روز من نشستم اینجا میگم آقا کینگرام تخمیه بلد نیست پولش رو منیج کنه میره کنسل میده این رو پول در میاره بعد الان ماسه خودش ماشین نخریده اصلا من هر روز یادم تخمیه میکنم از کار رو میکنم به چه که چی چی شد الان فکر هر روز الان مثلا ما نمیدونیم میگه این خونه بغلی ما فرض کن هر روز این حرف راجع به من تو میزنه چه دستی تو زندگی ما داره بعد فکر کن 50 نفرم دوستاش نزدیکشونن که سه تاشون دوستای مشترکی مونن اونا هم اینا رو هم دارن میشنون آره نه واقعا عجیبه که این تا توهمات خودمون ما یه جمبندی میکنیم که انگار سه نفر چهار نفر ده صد نفر بگی فوقش یه سری چرت و پرت تو دارن میگن یا فکر میکنن هرچی تو تصورات خودمون فکر میکنیم که تمام انسان ها و آدما دارن،, دارن،, دارن صبح و شب در مورد ما حرف میزنن اصلا ما میگیم که سلبریتی مثلا ما اصلا هر همه انسان همینو دارن چون ما همان چون دنبال اون تاییدم هستیم از یه انسان دیگه و این تایید رو اگر نگیریم جوری که احساس کنیم که من دارم کار درست میکنم یا دارم تو مسیر درستی قرار میدم ببین دقیقاً آدمای مذهبی مثلا خیلی بیشترم اینجوری فکر میبرن همینقدر میجنگن سر ارزش ها باورای خدا و الهیاتشون بخاطر اینکه خودشون تایید دلشون یه شکی هستش تو ایمانه بالاخره یه شکی هستش که آقا اون یه قبول <applause> کردیم یه چیزی، یه چیزی هست اونجاها برای همین احساس بهتر و پرتر میکنن که بتونن قانع کنن حالا با فند بیان با چرت با زوره، با کتک با هر گونه ابزاری که دستشون میاد ولی فقط بتونن قانع کنن برای اینکه تو دل خودشون, خودشون کنن یه ذره آرامش بیشتر داشتن خودش رو راضی کنن که نه من این مسیر رو که رفتم اشتباه نیست و الان میگم دیگه توی دنیایی که امروز زندگی میکنیم به خاطر تکنولوژی خب همه به هم خیلی بیشتر اکسپوزیم و همه همدیگه رو بیشتر میبینیم و زندگی همدیگه رو خیلی توش بیشتر فضولی میکنیم ولی از اون منم بازم توی همین این داستان داریم یک شکلی از خودمون رو نشون میدیم همه مثل نیستن که انقدر راحت بیان دنبال همه چیشون کن لوخر بزنن همه میخوان بهترین زاویه آره. خودشون تو بهترین, داره نور داره داره تو بهترین من, من با خیلی ویدیو دیگه بچه هیچ کسی نمیاد واقعا خودش باشه من با تک تک آدمایی که ویدیو میگیرم پشت کمرا یل خورده شد حتی حالا میگم یه کوچولو مثلا بگو یه اپسیلون ولی فرق دارن یعنی حتی مثلا دیشب ما ویدیو گرفتیم با کیمیا اگه ویدیوش ندیدید نا... اونم با حال نگاه کنید ام... ام... با کیمیا ویدیو گرفتیم مثلا سه چهار سوال پرسیدیم بعد مثلا خیلی جواب نداد مثلا دیگه یعنی گفت مثلا نمیدونم فلان نگه نمیخوام جواب بدم نمیدونم فکر نکردم بهش بعد که ویدیو رو قطع کردیم رفتیم بالا تمام جواب رو داشت با مثلا خاطرات و مثلا روز شنبه بارونی بود وقتی داشتم این خاطره رو که به همه چی رو مثلا صحبت کرد بعد مثلا بعد دلیل اینکه اون لحظه نمی اومد چون این همین آب همین این... ترسی بود از قضاوت آره روش شدن بود که... چون میگفت دفعه پیش که تو ویدیو دیدم دیشب دیروز که اومد گفتم نمیدونستم ویدیو تو رو انقدر زیاد نگاه میکنه سو اول درمتون گرم مرسی گفتم نمیدونم ویدیو تو انقدر آدم زیاد نگاه میکرد از روزی که اون ویدیو اومده بیرون روزی ده نفر به من زنگ میزنن بعد یه چیزی میگن و میخندن از این حرفا واسه همین این دفعه خیلی همش محتاط تر بود و مواظب بود یعنی تا فهمیده بود داره واچ میشه آلدی آلدی کراکترش جلو کامرا فرق داره فرق... یعنی اون کراکتری که دفعه پیش جلو کامرا دیدیم سی درصد با واقعیتش فرق داره بعد که اون... اونم دیدن دوباره سی درصد دفعه پیش دوباره کم کرد یعنی الان اومده 40 درصد یعنی 60 درصدش نشون دیگه نمیتونیم ببینیم خب مثلا چرا یه آدم دو بار یا مثلا آدم های دیگه آزاده آزاده بچه ها ویدیو شد دیدن اگر ندیدن یه دقیقه اون صحنه یه دقیقه اولش شد لطفا بذار خب بچه دیدین این داستان داستانش چیه این خانوم به من مسیج زد گفتش که آقا ویدیواتو نگاه کردم شما یه پرتقال خول کم داری به ویدیوهای من که توش چیز خولی کمه خورده اوکی خودش ادامه داد که فکر میکنم یه شخصیتی مثل منو لازم داری که بیاد به حال بازی در بیاره بعد میاد اینجا یه بطری تکیلا تمام تموم میکنه یه ویدیو درست میکنیم که خیلی کسافت کاریه من پخش نمیکنم اون ویدیو رو سه روز دیگه بر میگرده معدبتر بدون اینکه که باشیم میشینیم شست درصد قوی از اون ویدیو ویدیو میگیریم چهار روز بعد از اینکه ویدیو میاد بیرون زنگ میزنه که من زندگیم ریخته به هم. همه خانواده هم از ایرانی و دهنم سرویس کردن جون هر میشه ویدیو رو بیاره پایین و من ویدیو رو بردم پایین به خاطر این آدم یعنی ببین خانوادهش نمیذارن حتی پنجا درصد خودش باشه خب این چه جوری چیز خوبیه تو سوسایتی چرا سوسایتی اینو قبول کرده چرا وقتی دو نفر زن میزن یه یکی جلو وای نمیشه بگه آقا ول کنین میدونی یارو دختره که مثلا اومده بود اینجا نه ند... 24 سالشه دختر آلی... تقریبا 40 سالشه یعنی دو زن بزرگه دیگه معذرت میخوام اگه تو سن 40 شما جک و جیجی تو پنجا قیافت عوض نمیشه یعنی مثلا من دخترم تو سن 20 بیس 24 بیس جک و جیجی جی بازی در بیاره امید دارم تو 30 35 عوض شه ولی اگه 30 35 جک و جیجی باشه من دیگه نمیگم که نکن میگم دیگه والا دیگه دیگه تو جک و جیجی حالشو ببر خودم میام بهش آفر میدم میگم اونلی فنز باز کن اینجا خوب پول میگیری لازم نیست کسی بیاد نه فلان کمکش هم میکنم دیگه چون میگم دیگه تو اینی این خانمی هم که اومده تو این سن اومده تو دیگه حالا به شخصیتش اصلا خانوم اصلا آشغال پتی گل هر چی که میخوای اسمشو بذاری بذار این اینه دیگه الان تو چه دیگه که عوض نمیشه که ولش کنی آره عجیبه که این ستیگمایی که وجود داره توی خانواده های شرقی تر احساس میکنم این محافظه کاری بیشتر وجود داره تا توی در خانواده غربی تر این برم شاید خب کم بودش این اصلا به تخمشونه اونور اون اصلا بذار من زن تو بگیرم یعنی دیگه اصلا هندو اینا که میدید که دیگه, دیگه کسابتگاه در آره. اونجا خیلی اوضا بدتره و این من میگم من به نظرم چیز سالمی نیستش برای مام باباها و فشاری که رو بچه هاشون میذارن میدونی خیلی در که تشویق کنن که بچه هاشون رشد کنن و بهترین شکل خودشون در بیان به بیشترین پتانسیل خودشون برسن آدم وقتی که این محدود میکنه طرز فکر رو و دیوار کشیدن دور بچه خودش بعدا توی جامعه جوری بزرگ میشه با کلی انسیکیوریتی و کمبود که همش نگران این تایید است که باید بگیره از از اجتماع همه اگه بقیه منو تایید نکنن پس من وجود ندارم در که آقا من زندگی برای خودم که مثل من اون دوستم جیسن که تو ماشینش زندگی میکنه خیلی مثلا میگم یا یارو در با فلان یه سری عاشقشن چون یه مثل یه هیرو توریه برای خودش کاملا ضد استانداردهای جامعه مدرن زندگی میکنه و برای آدم ها خیلی جزب. و یه سری میگم این یارو کرکسیف اون آدم خوشحال ترین آدم دنیاست آره واقعا سو بولمش هیچ دردی نداره نه به کسی بدهکاری داره نه مشکلی داره میدونی هر جا بخواد میتونه بره خیلی زندگی شیرین و ریلکسی من نمیگم همه هم باید اونجوری زندگی کنه نه خونه و پول اینا هم داشتن اصلا باش مشکل ندارم با لاکجری و فلان ولی من بحث اینه که ادای این تنگا رو در نیاریم رو در که آقا مهمه ببین بحث احترام فرق داره من آدم محترم مثلا جایی که محترم باشم خب گاف که نیستم دیدم پا با من گفتش که سوید با کروشینا تو بعد ویدیو درست کنی گفتم خب من که از خودم هر روز شانس داشتم باشون آشنا بشم و گفت پاپو گفت ولی خب نه فوش بدی یا گفتم داده عروسی هم دعوت میشم <applause>

فلان مثلا من همیشه گوش میدم و نسبت به اون شاید هم صحبت بکنم نسبت به اون ولی چرا نمیارمش پایین اون لحظه نیستش که من خودم باشم که با دین مخالفم و با بیان بگم آقا فقط آدمایی که گوش خوندن باور میکنن اون لحظه تو هیچی نمیگم گوش میدم بعدش هم هیچی نمیگم بعد نمیره تمام بشه برم بالا بگم النا این دو یاری که دیوونه بود بخون نه اصلا چون میگم میفهمم آدما باید فیلم بازی کنن ولی من نمیخوام فیلم بازی کنم میفهمی چی میگم من نمیخوام تو این بازی کثیف کل سوسایتی که 99 های 99 بازی میکنم با این واقع باشم صاحب میشنسی... دول میشناسی دول اون موضوع اون میکنه مثلا نه. مثلا اینکه 97 درصد آنانس دونه دستش یه چیز دیوونه دیگه خیلی یارو پول داره بزرگترین لب ریسچ سرطان تو بیسمنت خونشه بکنه بزرگترین لب ریسچ دنیا چون زنش از سرطان میمیره بعد میخوای نشون بدن میرن تو خونهش یه قصر در باز میشه یه مرد هفتاد ساله با یه کچلوان مثلا صورتی روی سه چرخه مال ماموکو اون سایز نشسته با اون میاد بعد میگه بیان دنبالم من معونم <applause> تو پول دارم میبینی بعضی ما یکی ازش که خودشه تمام انسان ها میخوان اون یا من یا تو باشن نه مثل ما باشن ها. یعنی میخوان خودشون باشن آره. یعنی من وقتی آدما رو میارم تو اتاق خودم 99.9% آدما تبدیل میشن به خودشون هرچی چی میخوام بگن هر حرف میزنن چون میدونن نه من جاجش میکنم نه پشتش میرم حرف میزنم نه تا حالا شده من دل... پشت یکی راجع به تو حرف بزنم نه همیشه اگرم هم چیزی بوده واقعیت داستانی بوده که گفته این اتفاق افتاده نه اگر فکت چیز نمیکنم کاری ندارم ولی مثلا شما فلان تا حالا نشده واقعا حالا اینو اخلاقی که تو دوست که مثل من داری همیشه میکنی اه... با همه دوست باشی با با کسی اختلاف نداشته باشی و میگم دیدگاه مختلف و منم دوست دارم تو برنامه داشته باشم و دوست دارم آدمایی که میان تو مستی و راستی لخت باشن خودشون باشن خیلی وقتا به قول تو نمیتونن دیگه 60 درصد 50 درصد خودشون نشون میدن و مسئله که پیچ میاد اینه که خب مردم چون واقعا دوست دارن اون پارت واقعیشون رو بدونم بعد مردم خر نیستن میفهمن کسی که داره چقدر خودشه چقدر نیستش و به که آزادی و یه رهایی زیبایی هستش که وقتی که خودتی و نگرانی نیستی از اینکه قضاوت بشه دیگران چی در مورد تو فکر میکنن خودت اصلا زندگیت انقدر سبکتر میشه نیمم آدم وقتی که میگم فلانی در من کامنت چی گذاشت یا فلانی چی گفت میگم تو کس خولی که اصلا یک ذره وقت و انرژی و فکر تو میذاری برای اینکه یه نفر دیگه در مورد تو چی فکر میکنه و خودتو انقدر ناراحت میکنی سر این موضوع حالا من یه سوال دارم این داستان درسته که حرفایی که ما میزنیم ولی واقعیت متفاوته یعنی من اگه مثلا الان برم زیر ویدیو ببینم 200 نفر کامنت زدن که سو ویدیو دیگه تخمی میشه حال نمیکنیم من فردا یا دیگه ویدیو درست نمیکنم یا دیگه راجع اون چیزی که دوست عمرم ویدیو درست نمیکنم یعنی هنوز مردم حرفشون یه تاثیری داره خب آره ولی نه با حرفش اونقدر ببین در در و کیفیت کانتنت همیشه اشخان نقد کنه حرف بزنه نظر بده یاد بگیره رشد کنه اصلا مشکل نیست ولی بس اینه که وقتی دیگه آدما میدونی یه توی دو جامعه امروز به خاطر تکنولوژی و سوشال میدیا آدما میتونن بیان زیرک با هر, هر, کسی هر چیزی که دلشون میخواد بنویسن بیشتر اصلا انانیمس بود, بود. حالا مثلا تو خونت همش مامانو بهت بگه تو تخمی داشت بگه تو تخمی من زمین زنی میگم خب راست میگن تو تخمی تو چقدر میتونی ایگنور کنی واقعا چون مگه مثلا همه بهم به بگن دیوونه میشم بعد کاری که میکنم اگه بفهمم تو اکس و وای به من میرینین با شماها دوری میکنم که اون انجریختر رو نشتم که روم تاثیر نذاره خب بذار سریع اینو باز کن. دو بحث با هم اینا رو قاطی نکنم میگم اون بحث سوشال میدیا رو بذارم بعد به بحث شخصی تر سوشال اتفاقی که میفته اینه که تو اتفاق بعدی که داره میفته اینکه میبینیم اینه که آدما چون مثلا میترسن با من تو حتی استوشیتد باشن که دیمونتایز نشن یعنی غیر مستقیم خود یوتیوب که داره این کارو میکنه با آدمو یاد میده که خودشونو سانسور کنن و خب ما هرچی از خود واقعمون دورتر بشیم خب محتوا چی میشه همه چی میشه پاستوریزه شده تکراری لوس اشغال میشه وقتی که سلام بچه ها روز جمعه خوب همین میشه دیگه. خب خیلی دیگه اصلا لوس دیگه این اصلا این دیگه, چی میشه اینقدر دور از واقعیت میشیم دقیقا یه اپیزود بلک میر هستش که سوشال کریدیت سکور که امتیاز رو سر آدم واسه و همه علکی با هم ادای میدونی اینو در من که خایمال هم دوستام میگن بلکه روی تو کمتر نده ما داریم همین کارو میکنیم این اپیزودی که داریم کسی نیده یه برای اینکه بخوای کاری بکنی باید امتیازش داشته باشی مثلا بخوای هواپیما بشی باید بالا چهار ستاره باشی نمیتونی بشی آره همه سوشال اسکریت روی سرشون از 5 ستاره داره که توی فیلم اول فیلم یه عروسی دعوت میشه که مثلا رئیس جمهور دعوت میشن بعد برای اینکه اون عروسی بری باید ریتینگت بعد 4.9 به بالا باشی و این دختره 4.9ه اخونه که میاد بینون سر میخوره کفشش کثیف میشه بعد یکی رد میشه حال نمیکنه به کفشش ریتینگ بد میده بعد همینجوری ریتینگش میاد پایین تا میرسه به دم عروسی ریتینگ شده مثلا 3.5 بعد دیگه نمیتونه برگرده خونهش میشه هوملس میمونه چون دیگه سوار ماشینا نمیتونه بشه توی یه روز یه زندگی از بالا به اپیزود به نظر این قضیه قضاوت شدن و سوشال کردیت و ارزش های اجتماعی خیلی خوب واقعا آلوه. خلاصه کرده و واقعا ترسه که چون ما اگه ما همه داریم برای ادای همدیگه و برای لایک همدیگه داریم ادا در میاریم ما داریم از خود واقعا دور تر میشیم و داریم تبدیل میشیم به یه چیزی که نمیخوایم و این توی وجود خودمون این تضاد ما رو جر میده دیوونه اون سوشال میکشه اون یه نفری من شخصا که خودم بودم اصلا اصلا زندگی واسه من راحت نبود من یادم میام که بولی بودم زورم زیاد بود که من سیاه کاراته داشتم تیم ملی نوجوان بسکتبال انتخاب شدم مثل سگ قدم بلند بود و هیچ که حرف گوش نمیدادم هنون آراحت شدم یعنی دارم که که قدش کوتاه باشه مشکلی داشته باشه زورش نرسید اون خیلی امکان داره بیشتر از من شد. واسه من دارم واقعی نگاه میکنم دارم میگم که آقا من برام راحت نبود خودم باشم آقا من فیلم عروسی وسط تابستون تو تورنتو من با شلوار کوتاه رفتم همه نگاه میکردن کت شلوار بود رفتم کت شلوار فروشی گفتم آقا من کت شلوار شلوارک میخوام گفت سه تا داریم پس من کسخ گفتم وجود داره گرفتم آقا همه من دیوونه میگم من گفت شما دیوونه اینکه دو این که شلوار بلند پوشین تو تابستون همه واش دارین این خودتون بود من ریلکس هم حال می عروسی میبرم ولی نه شلوار بلند بپوش زج بکش خب آها آفا این زج بکش ولی جلو همه میدونین اینجوری باش ولی الان تو اومدی کت شلوارم پوشیدی خوشحالی و خوشحالی داری خ... پازیتیو وایب اینو میخوای ببینید تو مهمونه این خدا میخواد ببینی دقیقا ولی میگن اون باش من نمیفهمم چرا مردم قدیمی ولی میگم مونم. دیگه برای اونم کنم من مثلا میام خونه تو میمونم آقا میام باز میخوام تختمو درست میکنم علاف آدم گاو که نیستم که مثلا پشت کو که, که اون قدم توی خونه تو توی محیط تو که سلطنت تو و من قوانین تو رو همون جوری که خود گفتی وقتی میام پادکست تو وقتی میام برنامه تو من احترام به اون قوانین تو من این کارو میکنم با اینکه این این شاید برخلاف میل من باشه یه سری چیزا اینجا ولی چارچوب حریم اینه ولی توی اجتماع جایی که یه پابلیک دومینه آدم اگه بخوام خب یه چیزایی هستش که همه سعی میکنیم که کلکتیولی مراعات کنیم دیگه آب هم دیگه کتک نذاریم همدیگه رو به هم تجاوز نکنیم لگر این چیزایی خب ابتدایی است که رو رعایت بکنن ولی مثلا دیگه که تو خونه داره مثلا برای خودش تو هدفونش آهنگ میخونه و فلانو و رها حال داره میکنه میگه بابا یارو مثلا این کس خلو فلان او باشه داره حال میکنه به تو که ضرری نمیرسونه مشکلی که نداره برای تو ولی تو اون بحث شخصی که داشتی میگفتی که آقا مامانم یا دوستام یا چند نفر نزدیک به هیبم میگن آدم تخم میگن اون یه بحث فرق داره اون شاید تو داری تو یه روندی میری تو زندگی مثل همون اون آدمی که توی رابطه یه سمی و تاکسی که خودش نمیبینه خیلی هم سخته چون نزدیک ترین که به اصلا سمی دوستان تو رو کمک کنن Uh, تو توی موقع بعدی از که معتادی مشکل مالی داری مشکل به اعتیاد مواد داری تو رابطه تاکسی کسی هر چیزی و دارید قرن توی جای برهی تو زندگی هستی که داری تصمیم بعد میگیری و یه،, یه, توی باز میگم این حالا شد تو فرنگ شرقی باشه برای مردم شاید این بیشتر باشه خیلی جاها که یا میان یه غروری با داشته باشی که مردی و تو نمیتونی آسیب پذیر باشی نمیتونی خودتو ضعیف نشون بدی نمیتونی گریه کنی نمیتونی نشون بدی که آقا من مشکل دارم بر اینو میریزی تو خودت و خچی تو درون خودم بیشتر میریزی این بیشتر تبدیل میشه به عقده و به سرطان و به انرژی منفی در حالی که میتونی اینو در صحبت کنی برای تراپی با خانواده در میون بذاری و احساسات واقعی خودتو ابراز کنی این فقط میری توی جای دارکتر و دارکتر و هرچی تو به حالت انزوایی تر فکر کنم جای دارکتر رو کیری میرن و این باعث میشه آدم میره کس خوشم میاد برای میکشه همشون دیگه گمه آدمای تنها ان آدمایی که دوست ندارن کانکشن ندارن کانکشن من 100 هزار بار گفتم مهمترین چیز توی زندگی آدم دوست خوب خانواده خوب یه چیزی خوب. بگم من, من گفتی آقا خدای خیلی نامردین همه بیا گوش بدین به حرف من من که مدرسه بودم تو ایران خب میگم من چون گنده مونده بودم همه مرسه دست من بود خب واسه همین احساس مثلا ریاست میکردم تو مدرسه حالا اینو کاری نداری یعنی مدرسه که من میتونستم به همه بگم به تخمم یعنی این قدرت رو داشتم که بگم همه تون انمی ولی هر وقت هر سال اول نگاه میکردم اینم چند تا بچه جدید من تو مدرسه من هیچ خودم مرسه رو عوض نکردم من همیشه یه مدرم. رفتم مرسه که اول تا پنجم اولان رفتم یه مدرسه تا سبانده بیرستان شما هیچ وقت این زجر رو نکشیدم که وسط سال به دوستای جدید پیدا کنی از طرفا اون سالی هم که رفتیم اول راهنمایی همه اومده بودن اول راهنمایی همه جدید بودن به خاطر همین ولی انقدر شعور داشتم که گفتم وقتی یه بچه جدید میاد تو مدرسه خیلی صحنه ترسناکه 200 بچه جدید ایشو نمیشه کی کیه چی چیه مثلا ترسناکه من برم اینا کمک کنم و نگاه میکردم همیشه اون که چاغال تنین بود یه گوشه وایساده بود هیچ حرف در روز دوم بود هرچی میگفتم مثلا پیشم سلام میکنم اسم من سؤیل اسم تو چیه میگفتم چه گروه بچه‌ها معرفی میکنم مثلا میگفتم آقا چی دوست داری میگفتم مثلا شطرنج او شطرنج اون دو تا دایو شطرنج بیا ببرم پیش اونا هیچ کی به قرار من این کارو نمیکرد چه جوری این قوادم رو سنگ چی میگذره تو دنیاتون که هیچ کی هیچ کی دیگه تخمش نیست بعد همه اونوری رو میدیدم که خاره این او سر روز اینجا اذیت رو میدیدم بکنن رایج بعد واسه همین اصلا میرفتم که بچه ها بینن من کانکش شدن که دیگه اذیتشو نکنن آره فرهنگ بولینگ متاسفانه وجود داره دیگه تو دنیا امروز خیلی بودم البته مثل اینکه بچه ها میگن <تصح داستان این روز خیلی خوب باید که داشتیم تلویزیون بودیم 27 سال بود اصلا دوستان پیمان تمام دبرستان اینا با هم بودیم راه نمای دبرستان داشتیم تلویزیون نگاه کردیم بعد از این یو بود و یارو اومد از این قولا گفت بولی نکنین استاپ ده بولی اگه میخوای کام بولی می و من اصلا پرمان کردم هم که چقدر این بدبخت کانه یه مشکل دارم با این داستان بولینگ و اینا چقدر ایران خوبه که ما بولی هر با هم دوست بودیم بعد قیافه دوستم تو بود بسکش You were the bully you... Don't tell me you didn't know گفتم به خدا گفت What the fuck you were the bully من تو بیست رفت امیدم I was the bully من همه معذرت میخوام ولی خدای خوبم یعنی بولیه خوب بودم من حالا به چیزم نقشه چیز داشتم بولی کشو داشتم تو مرسه من مثل دکستر بولیا بودم بولیای مدرسه رو میرفتم میدیدم به کسی دارم به ضعیفتر خودشون زور میزنم میرفتم دهن اونا رو صاف میکردم نه من به ضعیفتر خودم زور نمیزدم من با رفیقای خودم شوخی خرکی میکردم اینا به من بولی نگاش میکنن میفهمی چی میگم مالیشون <تصفح> گردید من نمیرفتم مثلا بچه کوچیکا رو اذیت کنم یا دید. مثلا یه کاری که خیلی توخیم کردم <تصفح> آره دیگه بولی بودن همه هایی که می‌خواستن ساندویچ بخورن گاز اول من باهم می‌زدن <تصفح> سر نهار مثلا برای من 20 تا ساندویچ اگر سانیج میدیدم داری میخوری به من گاز نمیدی سانیج تو زمین عجب آدم عاشقالی بودی واقعا من با اونجا میبودم کتاگت میزد زورم شد به نمیرسید سانیج مامونم رو میفروختم یعنی سانیج مانا خیلی خوشنزه بود دقیقا چرا که تو دنیای کابیتالیستی آدم های مثل سویل موفق میشن سانجی مامانم خوشمزه بود م. بعد بچه گفتم به پول میدیم بعد مامانم گفتم بیشتر بعدی آره بعد مامانا واقعا سانجیشون خ... اصل اصلا ورسه ما همه داشتن یکی که سانجی مامان آره ما خیلی محسن محسن مم... خوب. بعد سانجی دومو گفتم آن دو تا درست یکیشو بفروشم بعد خیلی پول خوب گفتم مامان سه تا درست کن مثلا سه تا درست میکرد بعد در نمیاد اولی هم بخونم ازم اصلا سانجی بیرون بود 180 تومن من 500 منم کاستم صفر گفتم که اوکی میفروشم حالا که سومی فروختم یه غذا نداشتن گفتم آقا سنگ غذا ندارم هر کی یه گاز به من بده <applause> چون دهنیام نمیخورم من گاز اول بشه <applause> من, توی ولی من تو مرسه من بچه که منو از قدیم میگن رام تو هیچ فرقی نکنه که من از قدیم خب سری افکارم خب طبیعتا روش کرده ولی کاراکترم هر کی منو میبینه مثلا زن و بچه گرفته رفته کمپانی زده دفاع میگه تو همون گویی که دقیقا تو های سکول هم یعنی اون شخصیت من, یعنی من, من خیلی شبیه یعنی اون, اون شخصیت خیلی ریلکس و رها و فان تو مدرسه هم یه جوری از بچه که قبل از آدم معروف یا چیزی بشم تو مدرسه بچه‌ها می‌رفتن من بولی نمی‌کردم اصلا خوش می‌رفتن برای من موقع نوشابه کن بود و اینا که گرون بود و خیلی مثلا تازه اومد نوشابه کن می‌خریدن ساندویچ برام می‌خریدن که با هم فقط رفیق هم باشن یعنی من اصلا بدون اینکه اصلا چیز می‌کردم نمی‌دونم یه... چون انقدر بچه متفاوت و کسخل و دیوونه‌ای بودم همه همین خودم با هم با هم رفیق باشن چون خیلی خارج از اون چارچوبی که عادت داشتن یه آدم اومده بود توی زندگی‌هاشون و حالا بگم به با هم بحث آبرو می‌خوام که واقعاً این روزا که من رو تا ویدیو میسازیم میخوام تو مثلا فامیلاتون مام بابا یا آشناتون کسی مثلا قور میزنه که آوای تو آب روی ما رو میبری مامان بابام راست شو بخوای میدونم تو دو دلشون قوره ولی میدونم نمیزنن ولی برام خبر اومده حیف کاش تلفن ها همه داره زبط میکنه اگه نبود میتونستم زنگ بزنم می مامانم مثلا بیارمش روی خط خیلی باحال میشد تلفن منو میتونی استفاده کنی حیف نیستم که تلفن مامانمو ماما. من شماره دارم همین شوخی <applause> خب آره من شما شما دارم بی 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 بی. بله ماما تلفن تو گوشه دوست من چیکار میکنه وای بسم الله الرحمن <تصفيق> <تصفيق> سلام سلام خوبی <applause> سلام کدومتونید من نمیدونم من سهیلم و با کینگ رام داریم راجع به آبرو صحبت میکنیم بعد کینگرام پرسید که الان واسه این شرورایی که مثلا من تو پادکست هم میگم آیا شما احساس میکنین آبروتون رفته یا نه گفتم بذار بزن زنگ بزنیم از مامان بپرسیم ببینیم مامان چی میگه مادر چرا آبرون بره میدونی که مامانا همیشه طرف بچه هاشونه نه میفهمم ولی خب مثلا تو میدونی که من حرفا که من میزنم نرمال و, و از این حرفا واقعا تایید احساس خب نمیکنین مثلا ببین گوش بده گوش بده فقط تو حرف نزن منم بزن okay. این برنامه برای من و امثال من که نیستش چون طرفدارای تو مخاطبین تو جوونا هستن جوونا معمولا خواهن مامی این دختر تو اینجا یک من oh. خواهن شنیدن این مطالب نو هستن که تو جمع میکنی و استفاده میکنن ازش استفاده میبرن منم خوشحالم که تو تونستی باعث خوشحالی جوونا بشی چرا آورون ببری او چه مامان خفنی داری آره خوش پول دادی ها دو تا شده به ولی مامان من دقیقا همین ها برای من و امسال من نیستیم برنامه من. خالی سال تایی دلت شبه که میخوابی یا تو دوش تنها هستی دلت نمیخواست مثلا من دکتر بودم بعد میوانم میگفتم که یا دختر بودی سلام خوب هستین مادر جان بفرماییم با هم بریم بیرون تایی دلت نمیخواست همچین چیزی یا نه اینو بیشتر دوست اصلا فرق بعد ببین این یه سوالیه که الان نمیتونم فوری بگم مثلا دکتر. این اون نه اصلا نمیتونم اصلا این سوال جواب بدم مادر جون جواب دادی من... <تصفح> با بز حرف بزنه مامورت انقدر نپر وسط حرفش با اه این سوال با یاد بگیره دارد. که آره بقیه حرف بزنن و خودش حرف میزنه من چیکار کنم با این <تصفح> من <تصفح> <من تحجیم زده>؟ <تصفح> <تصفح> هر وقت تماشا بگیم حرف بزن بده گوشه ماما کنیم ماما کنیم چی فکر میکنم بابا بابا داره حرف بزن نمیتونه ببینده ماما نه، نمی نمیکنه. ماما کن جونم بگو. بگو. فیستایم کن بابا نمیتونم دادی تلفن دوست من فیستایم نداره مال برنامه شه خب بگو ماما خب پس مایو پوشت نمیخواییم بریم آبازی به 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 فارسی حرف بزن okay. آها میخواست بگی مایو در نظرت فهمیدم آه. آه ولی مامانت واقعا آدم حسابیه خیلی واقعا دمش گرم <applause> این عشق واقعا که این خیلی قبول داره مامانای فکر میکنم حالا ایرانی ول همه جایی یه عشق آن دارن شاید باباها نداشته باشن در این حد مامانا اصلا مامان منم اینجوری با همه دیوونه بازی هم و همه کاری که میکنم همیشه هوا ما داشته همیشه باشتم بوده همیشه حضور داشته خلاص قدر مامانتو امیدوارم که بدونی وسط حرفاشم نپری انقدر شما بدون که تلفن شده ای مامان چه تلفن تو تلفن تو تلفن, تلفن, تلفن کینگ رامه وقتی من پسرم توی تلفن من دست همه هست خب کاتمون پس کو قبول کات بدی به من این سوال نداره البته سوالت بی مامان <تصفح> برو برو به کار برسی موفق باشید قربون برم روز خوبی داشته باشین برم ایشالله که همه با حال کنم قربونتون برم خدا برای ما صحبت میکنم چرا تلفن اینجا بود بدم قربونت برم بای بای خیلی باحاله خیلی باحاله مامان و جالبه هم. میگم تمام این عشقی که مامان هم این میگم من برای من که نزدیکترین آدمای زندگی مامانمه مامان خیلی جوانم بود منو داشت و با اینکه از اونورم مامانا دیگه بلدن هم مامانم بابا که اصلا دوغمهای های تو رو فشار بدن که یعنی من فکرم بیش راحت ترین آدمی که میتونه تو این کره زمین آمپرم از صرف به صد برسه رو مامانم قش آره مامانم تو سی سال میتونه من اصلا یعنی یه هنر خاصیه خودون مامان من کاره احمقانه میکنه مثلا میگه که در چجوری باز کنم یا مثلا میگه اونجوری میگه در چجوری باز کنم و من یه وقتی میکنم هر چیزی در من میشه حالت چیزه وقتی صدا میزنم بعد مغز من تکسلولی دارم یه ایمیل مهمی نویسم و هدفونم هم توضیح تو چه هم هسته... یه بار داد میزنه بعد دو بار بعد سه بار. خب میگم مامان جون اگه دفعه چهار چهارم پنجم جواب ندادم این یه کاری <تصفح> قربونت برم بعد دفعه شو هفتون هفتم دیگه کلامو به دیوار همه چیو پرد میکنم من چه خیلی وقت باشون زندگی نکردم دیگه یادم رفته اصلا مثلا چی بود من آخرین باری که باشون زندگی کردم 2010 بود فکر میکنم من اصلا 13 تا باشون زندگی نکردم من خیلی تا تونستم تا جایی که تونستم باشون زندگی کردم عروسی هم که کردم بهشون کردم که بیاین خونه ما زندگی گفتم نه بعد گفتم که پس ما خونه شما زندگی میکنین گفتن اوکی بیا. بعد هی هرچی گفتم بیا دیگه من خیلی سخت بود جمع کنم برم ولی, ولی آره ولی واقعا بخن. خوبه که آدم فاصله و اون نزدیکی و هر چی برای شما کار میکنه یعنی بعضی دیدی آخر. من خیلی بدم وقتی کسی یه تعریف میکنه آقا اگه تو تا 30 سالگی یا 20 سالگی یا 40 سالگی این کارو نکردی انقدر پول درآمد یا انقدر بخوا اینا خیلی احمق هیچ وقت واقعا دیر نیستش برای موفق شدن برای رابطاتو بهتر کردن برای عشق پیدا کردن هم این اینو از ذهنتون بزنین بیرون میاد خیلی جوونا میشه نگرانن که آقا من و من نمیدونم دارم چه گوهی میخورم و چیکار میخوام و من حتی چرا دو سالگی هم نمیدونم چه, دو... چه گوهی دارم میخورم آره یه بودو پرینتی هست که مثلا میگم و توی 20 سالگی خب تو انرژیت بیشتره مثلا بیشتر میتونی کار کنی دقیقا. توی سی سالگی شعورت بیشتر واسه همین تو رابطه میتونی موفق تر باشی ولی یه جوری دست دیگه حالا تو کی به شعور رابطه میرسی مهم نیست تو کیز پول در سرعت کارت کمتر میشه ولی می تو میتونی بری جلو با مکسیموم الانت من الان دو ساعت کار کنم مثلا دمم میگم بچه بودم 17 سال کار میکردم بیا ببندیم کم کم بحثمون همون بحث آبرو چیزی که امروز خیلی دمش صحبت کردیم که مادر قشنگ شما که خیلی خوب با افتخار نشون داد که چقدر شما آبروی خانواده خودتون رو حفظ کردین آره ساپورت کرد آره نه خیلی آدم بالی بود ولی من خواهم تو فرهنگ های شرقی مثل مثل ها حتی که یه بحث آنر یا آنر چی میشه فارسی غرور نه پراید میشه آنر میشه بازم. توی کسایی که براشون خیلی مهمه که مثلا یه قاطع اون حیثیت یا آبرو یا آنر خانواده ما رو اگه خودم اگه از بین بره مثلا خودشون دیدی که انقدر از وجدان میگن بعضشون یا خودشون رو میکشن خودکشی آره. می آره. من آقا آبریو کمپانیو بردم زرد آره چرا آدم مثلا بود به نظر بود زندگی خیلی پوچ پوچه که تو خودتو به خاطر کار کوشیلی که تو نه سی ای او نه پایین نه فلان مثلا آره من انی دی میبینم زندان اگین دوستام باشه یعنی تاش زندان میگم باید دودولم بخوری <applause> آره نه ولی واقعا اصلا برای من و... خیلی عجیبه که آدما حاضرن برای آبرو تاریخت اینو بگم و حیثیت خودشون و خانوادهشون یا مرام فلان و چی دست به یک کارهای خیلی غیر منطقی بزنن و جون خودشون و اطرافیاشون رو در خطر بذارن برای اینکه فقط آبروشون حفظ اون سه نفری که یه بار در من توییت زدن و یه فکری کردن خدای نکرده آره راضی اونا راضی بشن, بشن. آنر چی میشه فارسی من خیلی دوست دارم افتخار 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 و احترام نوشته اینجا شرف افتخاره. عدد. افتخاره. باید باید افتخار عددی چیزی حرفی که ما دو شدیم افتخاره خانواده میگم بعد افتخار کنیم مثلا به همین با... مامانم گفتم اگه دوست داشتی من دکتر بودم دوستش افتخار کنه که دکتره و دور صرف میزنه ولی با اینم میگه ما ساختیم مامان منم خیلی زمان برد که مثلا متوجه شدم میگه بابا مثلا مامان این همه آدم با موزیکای من لذت بردن این همه آدم پادکست من گوش می‌کنه این آدم ویدیو من رو نگاه این همه آدم یه مدرم تاثیر مثبت دو دنیا میذارم یعنی زمان بر می تو منم همینطور می می اول فقط گفت بابا تمام بابا یعنی بابا یعنی اگه خویا یعنی دکتر مهندس بودی مثلا یه یه گوی شده بود یا خونه خریده بودی شما ما رو آزاد کن چون واقعا بیشتر ویو کنید که ما کمتر فوش بخوریم از مامانا به خدا منم وقتی که رفتم تو بفرمایید شام مامانم تا روزی که داشتم در خونه میرفتم بینون لباس گاف تنم بود تا دم در من گفت یه شلوار دستش بود سیاه با یه پیرنه اتو شده می گفت مادر نکنین کارو تو رو یعنی <applause> <applause> لحظه آخر گفت یعنی من رفتم تو ماشین که برم تا اونجا اومد گفت بعد وقتی که اومد بیرون ریسپاند مردم موقع دید، خیلی خوب بود بعد که اومد مردم ریسپاند مردم رو ری دید همه اتفاقی که تو میگفت سویچ گفت اوکی آقا بس نه اینو مردم میخوان اینم یه چیزی میفهمه که چیکار داره میکنه حالا درویشه که اون فامیلایی که مثلا فروش منم میدن یا مثلا خجالت میکشن از من یا آب همهشون پادکست ها رو گوش میدن آره من میگم نگاه نکنی همین اگه اینقدر از من متنفرید اینقدر همه دارین سر من حرف چرا همچون مثلا چیزی من دیدم یه یک... ی... ی... آدمی پیدا کردم توی یه کامنت های خیلی بامزه است توی یه پادکست ببین از اول تا آخر هیت لیسن داره میکنه یعنی با تنفر داره آره گوش هر میکنه هر کامنت میذاره این هر پنج از دفعه هر پنج دفعه کامنت داره. دیر همه اپیزودا گذاشت یعنی من میگم دمج چه ددیکیشنی من دو تا دارم اینا اصلا پشما میریزه که تو با چه انگیزه یه تنفری میشینی مثلا من تنفر نداره یه نفر من یه کریتیکس دارم م. یه کریتیک کسه خار دارم 8 از 10 میگه حرف درست دو از 10 یه ویو دیگه داره مثلا میگه نه من از من خدا هست نه بعد بینی کسی که مثلا دارم. یکی دیگه دارم یه ویدیو داشتم مثلا ان سال پیش مثلا تو هم دیویستا ویدیو پیش گفتم آقا اگه منو دوست دارین یه کامنت انگلیسی بذارین چه میدونم بنویسین دو دیو. او دیگه یه دی که میتونیم بذاریم این دو و انت از اون ویدیو تا ایوری ویدیو میزنه دو یه قلب <تصحنت> <تصحنت> یعنی ببینمش دو رو میبوسم درمیت گم که ها خلاصه همه تون و, و همه شو میبوسیم از طریق قلبمون و لاویو موازه خودتون باشین نگران آبروینا نباشین نگران فقط خودتون باشین آره آدم خوبی باشین به حرف مردم کاری نشته باشین چاکس